هر کس برای خیش پناهی گزیده است. ما در پناه وارث الیوت جوریم. با درود و سلام، پیر خراسانی هستیم از مدینه منوره مونترال، واقع در کشور زیبای کانادا، و امروز هم سه‌شنبه است 12/1 یا 14/1 ماه سپتامبر مبارک سال 2016 در بدرید. ببینید اون عدد رو چون نحسه امروز رو نمیتونید بگید، به این شکل بیان کردیم. یادتون باشه اونه ما اون عدد لعنتی خطرناک بیانش. امیدواریم این نحسی امروز هم دامنگیر برنامه ما نشه و برنامه سر سالم به دور ببره، در حال که برابر است با 23 شهریور ماه سال 1395 مهرورزی زنجیره‌ای به همراه اعضای محترم گروه 5/1، یعنی اعضای تیم برجسته خودمان، اختر عیالمان، مملی وارث یا نایب برحق، علی اکبر نوچه دیرینه، موسیو ژان پیر اخشنبو، هم میهن کبکی کانادایی، دکتر سیروس پزشک تیم، و عمه جانمان عضو برجسته تیم، اون یک معروف. 121 برنامه از سری برنامه های ناگفتنی ها رو از تلویزیون میهن خدمت شما هم میهنان و هم زبانان گرامی در هر گوشه از این جهان پهناور که شاهد و ناظر یا بیننده و شنونده تلویزیون میهن هستید تقدیم میکنم. خب، خبر تأسف‌بار بود. شنیدید که عمو پورنگ هم رفت. هوشنگ پورنگ، اون روزنامه‌نگار برجسته هم‌میهنمون که سالها زحمت کشید و سالها هم با بیماری دست و پنجه نرم کرد، این واقعه رو به جامعه مطبوعاتی ایران و همسر آن زنده یاد و فرزندانش تسلیت می‌گیم و آرزو داریم که در این مصیبت صبر داشته باشند. عرض می شود که شنیدید که در ماجرای سوریه 7 آتش بس اعلام شده و خیلی جالبه همین که سر و صدای برقراری آتش بس بر بلند شد، طرفداران و اذناب اون بشار اسد شروع کردن به حمله به مردم. بیشتر گفتن حالا حداقل تا این یکی دو روز تا بخواد آتش بس برقرار بشه بیشتر بکشیم، بیشتر زخمی کنیم، بیشتر خرابی ایجاد کنیم. در نهایت هم حالا آرزو داریم این آتش بس دوام بیاره، ولی بیشتر شاید این حیله‌ای باشه برای تجدید قوا، برای کشتار بیشتر، برای جنگ بیشتر. آرزو داریم این جنگ هرچه زودتر خاتمه پیدا کنه. عرض می شود که شنیدید در فرانسه این کفار فرانسوی یک گل روزی رو که البته خیلی زیباست و میگن خیلی مقاومه در مقابل به اصطلاح ضربه و یا فرض کنید نور آفتاب و چه و چه، این گل زیبا رو به نام اولیاحضرت شهبانو نامگذاری کردن. تقریباً طبق معمول پیشنهاد داریم، باز پیشنهاد میکنیم برای اینکه حقی از کسی ضایع نشه و حق به حقدار برسه، یه نوع گل خرزره یا یه نوع کاکتوس تیغدار رو هم بیان به نام این حضرت گوریل الاسلام و المسلمین احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران نامگذاری کنن که حداقل یه مساواتی برقرار بشه و ظلم نشه، حقی ضایع نشه. بعد نیست یه همچین گلی رو هم به نام ایشون نامگذاری کنن. عرض به حضورتون، هیچ توجه کردید این حج امسال بی خطرتر گذشت، بی حادثه تر گذشت؟ یعنی شکر خدا جرثقیلی سقوط نکرد، تو منا درگیری نشد، ازدحامی نشد، ظاهرا مثل این که خدا شکر کسی کشته نشده. فکر میکردیم چرا؟ بعد فکر کردیم نکنه برای اینکه همیهنان ما نرفتن امسال، البته منظورمون اون اراذل و اوباش
وابسته به رژیم حاکم بر سارقستان شکنجوی اعدامیه، یعنی ایران سابق. فکر میکنیم اینا وقتی نبودن قائله بهتر ختمه به خیر شده و بی خطرتر و بی حادثه تر تموم شده. شاید این دلیل باشه، چون نه دعوایی شد، نه ضرب خوردی شد، نه کسی رو هول داد، نه ازدحامی شد تو منا، مثل که همه چی بی خطر تموم شد. به هر حال جای شد شباهیه. این داستان FATF رو شنیدید؟ این روزا صحبتشه. علی اکبر اومده بود یقه ما رو گرفته بود، میگه خراسان این چیه FATF؟ گفتیم والا که ما که متخصص امور اقتصادی نیستیم، ولی اونجور که جستجو میکنیم و بررسی میکنیم فکر میکنیم این اگه بخوایم ترجمهش کنیم به زبون لاتی خودمون، زبون بچه های پایین شهر تهران، یک جوری این معنی رو میده، یعنی گرفتن خفت پولشویی ها، اختلاس ها. چون میبینیم آقایون علمای اعلام و حجج اسلام هم صداشون در اومده، احساس کردن این مانع میشه بتونن احیانا چیزی از بیت المال بچاپن منتقل کنن خارج. وقتی حضرت فصیل الاسلام و مسلمین اون جنتی صداش در اومده، دیدیم راجب این صحبت میگردی اسمم نمیتونه تلفظ کنه، حالا بگذاریم. یا دیگران و دارن روحانی و دار دسته و از نابشون میزنن که چرا رفتید امضا کردید، اکبر این معنی رو میگه. یعنی ظاهرا امضای این قرارداد یا حالا تفاهم نامه هرچی باشه جلوی بعد این کارا رو میگیره. به این دلیله که علما باهاش مخالفن و به روحانی توف و لعنت میکنن. ما فقط این تحلیل رو داریم که چی هست. در ضمن شنیدیم که دولت عربستان سبوعی، رژیم حاکم بر عربستان، گفتیم براتون این عربستان سبوعی رو ما جای عربستان سعودی ساختیم و گذاشتیم، معنی سبعیت وحشیگری میده. البته منظورمون سران اون کشورها، نه مردمش. مردمش دوستون آدمای حسابی و باشعور زیاد پیدا میشه. اینا اومدن یه کانال مخصوص ایجاد کردن برای حج، در همین مراسم حج. خواستیم به شیعیان مولا علی تذکر بدیم مبادا برید اون کانال رو ببینید، یعنی اگر حجتون رو با اون روشی که اونا پیشنهاد میکنن و اعلام میکنن و تبلیغ میکنن انجام بدید، حج باطله. حج باید به روش شیعیان باشه برای شما. گفتیم یه موقع گول نخورید، اگه برید به اون روش حج رو به جا بیارید، اون 7-8 هزار دلاری که خرج میکنید به باد رفته، حجتون هم باطله. مثلا در همین حج به روش شیعیان یه نماز نساء هست که اگه اونو نخونید برگردید دیگه زنتون بهتون نامحرمه، چون سنی ها نمیخونن این نمازو. دوستی تعجب کرده بود و خراسانی تو چقدر مسائل فقهی میدونی. خب ما اینقدر پای منبر نشستیم اینا رو، البته بیضیه نبودیم، ما پای منبر زیاد نشستیم، از منبرم معمولا دور نشستیم، زیاد نزدیک منبر نمینشستیم. اینو گفتیم که خیالتون راحت باشه. به هر حال گفتیم اختار کنیم، مبادا یهو قاطی این بازی بشید برید این کانال حج این وهابیون رو ببینید، شر بر خودتون درست کنید. این خلاصه کار درستی نیست. روز سه‌شنبه 16 شهریور پلیس شیراز عده از هممیهنان تاریخی و همزبانان ما، یعنی افغانها رو به عنوان کسانی که غیر قانونی در ایران زندگی میکنن دستگیر کردن در شیراز. اینا رو بردن تو قفس کردن، چشماشون هم با یه پارچه سفید بستن، در معرض تماشای مردم گذاشتن. باور کنید با دیدن این خبر و اون صحنه واقعا رقت انگیز و خیلی دردناک، شرم کردیم از ایرانی بودن خودمون. البته عده ای از ایرانی ها و روشنفکران افغان هم به این داستان اعتراض کرده بودند. به این هیولاها، به خصوص اون
مامورین نیروی انتظامی که دست به این جنایت در حقیقت زدن. به اونا میگیم که این راه تعامل با بیگانگانی که در یک کشور زندگی میکنن نیست. یاد بگیرید ما تو این کشور هفت خوش غریبه ایم. حالا ما افغان ها، رومانیایی ها، نمیدونیم چی همه اقوامی که در این کانادا زندگی میکنن اینا کافرند. شیعه مولای علی هم نیستن، ادعایی هم ندارن. باور کنید نهایت احترام نسبت به همه ملل رو بابا یارو دولت کانادا پول میده به بعضی از این اقوام، میگه برید مراسمتون رو اجرا کنید. یا از نظر مثلا رسیدگی بهداشتی یا امکاناتی که به همه کانادایی ها میدن هیچ فرقی بین افغان و ایرانی و عرض میشود که اروپایی و کانادایی نیست، همه از یه تساوی برخوردارن. گاهی شک میکنیم که نکنه این حکومت عدل علی که میگفتن وعده شد از زمان پیروزی انقلاب با حکومت اسلام میدادن این بوده، ما اشتباه شنیدیم یا اونا اشتباه کردن. به هر حال شما که پیرو مولا علی هستید، آخه این حرکت چه معنی میده؟ شما خودتون آقایون مامورین یا سران نیروی انتظامی شیراز، اگر خودتون یه روزی گذرتون به یک کشور خارجی بیفته دوست دارید اینجوری باهاتون رفتار کنن؟ شما فکر میکنید این نشانه اقتدار شماست؟ عظمت شما رو میرسونه؟ واقعا باعث شرمید، باعث ننگید، خجالت میکشیم جلوی این هموطنهای تاریخی افغانمون سر بلند کنیم از این شرمی که شما برای ما ایجاد کردید. البته علی اکبر چیز دیگه میگفت، میگفت خراسانی برو خدا شکر کن که اینا رو مثل داعش آتیش نزدن. البته راست میگه ها، بعید نبود که مثل داعشی ها هست میگیرن مردم رو داخل قفس میکنن آتیش میزنن. گفت برو حالا خدا شکر کن که آتیش نزدن. این که براتون میگیم یه خبره، باور کنید فقط یک خبر، نه یک کلمه بیش نه یک کلمه کم. ما رو متهم به فساد اخلاق نکنید یا ضربه زدن به اسلام عزیز. بذارید خبر رو براتون بخونیم. به گزارش دوچه وله در روزهای پایانی ماه اوت پلیس ساحلی مراکش در 25 کیلومتری شهر کازابلانکا به خودرو مشکوکی برمیخورد. مأموران پلیس در این خودرو ملا عمر بن حامد را که 7 فرزند دارد به همراه فاطمه نجار دستگیر می کنند. خانومی که بیوه است و 6 فرزند دارد. این دو از رهبران اسلامگرای افراطی، یعنی یه چیزی مثل حضرت امام و حضرت رهبر معظم و از نابهشون در مملکت خودمون هست. یه همچین چیزی هستن. به هر حال از رهبران اسلامگرای افراطی و از اعضای کادر رهبری شاخه مذهبی حزب حاکم جنبش وحدت مراکش هستند که با هم هیچ رابطه رسمی و شرعی زناشویی نداشتند. علت دستگیری آنها رابطه جنسی در خودرو عنوان شده است. یعنی تو خودرو داشتند. البته ما فکر میکنیم احتمالا شیخ داشته حمد و سوره این مادام رو درست میکرده، احتمالا حمد و سورهش عیب داشته درست میکرده. در مراکش رابطه جنسی خارج از ازدواج ممنوع است و خاطیان مجازات میشوند، اما قوانین مراکش در ارتباط با روابط جنسی خارج از ازدواج همانند قوانین شریعت اسلام سختگیرانه نیستند. الهی شد، یعنی حاج آقا و حاج خانوم رو رجم، یعنی سنگسار نمی کنن، حد نمی زنن و عرض می شود که اعدام نمی کنن. حالا این شکرش باقی. البته ما اعتراض داریم، ما چون طبق قوانین اسلام وقتی همچین صحنه ای می بینند برای اثبات جرم باید یه نخ بین این دو مادام موسی رو رد کنند. اگه نخه به چیزی گیر نکرد و وقت اینا
مجرمن، اگه نخه گیر نکرد رد شد که دیگه اشکالی نداره. حالا نمیدونی نخورد کردن یا همینجوری این حکم دادن، این مسئله رو عنوان کردن. به هر حال به این ترتیب این دو نباید نگران سنگسار شدن باشن و در صورت محکومیت در دادگاه مجازات زندان تا حد اکثر 2 سال برای آنها تعیین خواهد شد. خب شد تو خدا، کار به اعدام نمی کشه. گرچه حزب حاکم مراکش حزبی میانه رو است، اما ملا عمر بن حامد و فاطمه نجار از تندروترین جناح های تشکیلات خود هستند. خانم فاطمه نجار که 62 ساله است، ماشاءالله چه خانم نجار، چه اشتهایی هم داشته، دمش گرم. ببینید این خانم میگفت لبخند زدن به روی مردی غریبه برابر با همخوابگی او با اوست. یعنی میگفته اگه یه زنی لبخندم به یه مرد نامحرم بزنه، مسکن خلاصه مسکوت شده، یعنی دست به کار شده، اینقدر این مؤمن بوده، متدین بوده. و ملا عمر بن حامد که 63 ساله است نیز در یکی از وعظهای خود مناسبات عشقی را گناه اعلام کرده است. درود بر حافظ. واعظان کین جلوه بر محراب و منبر می کنند، چون به اون داخل خود را می روند آن کار دیگر می کنند. درود بر حافظ. واکنش ها به این رسوایی به این شکل بوده که مقامات سکولار در مراکش خوشحالی خود را از بروز این حادثه پنهان نمی کنند. چه عشقی کردن سکولار ها، گفتن ببینید آخونداتون چی هست، یه توان به نفع اونا شده. این نکته که این دو واعظ که در محراب و منبر احترام به موازین اخلاقی را تبلیغ و تأکید می کردند، اکنون خود در خلوت آن کار دیگر بله را کردن و آبروی خود را بردن. این آقا آبرو که ندارن که، مگه این همه دروغ علمای ما میگند آبرو دارن که خجالت بکشن؟ آنها را شاد و شاد کرده است، اون سکولار را خوشحال کرده. عبدالله بنکران نخست وزیر مراکش اما از این حادثه خوشحال نیست. اسم این نخست وزیر چیز دیگه است، ما یه خود تغییرش دادیم، بعد متهم به زشکویی نشیم، اسمش زیاد جالب نیست. زیرا ماه آینده در این کشور انتخابات پارلمانی انجام می شود و این آقای بنکران خود یکی از بنیانگذاران جنبش اسلامی موصوف به وحدت اسلامی است. نخست وزیر مراکش پس از آشکار شدن این ماجرا این دو واعظ را از جنبش اسلامی اخراج کرده است. همین، اینا وقتی یکی از اعضای خودشون خلافی میکنه فقط اخراج میکنن و بیانیه میدن، تا همین حد. ملا عمر بن حامد در نخستین جلسه دادگاه خود اعلام کرده که او در نظر داشته فاطمه نجار را به عنوان همسر دوم خود انتخاب کنند. یعنی گفته بابا میخواستم بگیرمش، اما مرد مسلمان میتونه 4 تا زن بگیره. حالا درسته خودش زن داره 8-6 تا بچه 7 تا بچه، ولی خب گفته زن دوم میخواستم ایشون رو بگیرم و رابطه با زناشویی با او را قبل از اعلام رسمی آغاز کرده است. گفته من فقط یه خورده به قول این فرانسوی ها آوانس بودم، یه خورده زودتر شروع کردم. حالا احتمالا خب اون هم نمیدونم، شاید بعدا بگه من سیغش هم خوندم، یعنی خلافی نکرد. ببینید به دو دست بریده آقا ما اصلا قصد تبلیغ علیه اسلام و ضربه زدن به بیضه اسلام رو نداریم. این ورژن سنی این ماجراست، ورژن شیعش هم خودمون تو مملکتمون داشتیم. حاج آقا گلستانی یادتونه که کارمندشو فرستاد مرخصی، همسرشو برداشت برد خونه و سربازان گمنام امام زمان هم نامردی نکردن، دوربین گذاشته بودن پشت پنجره و اون صحنه عرض می شود اقدام عملیات انقلابی رو ضبط کرده بودن و پخش کردن. و البته حاج آقای بعدن گفت نه بابا، این خانوم از شوهرش طلاق گرفته بود، 3 طلاقش چون کرده بود من محلل شدم که بتونه به شوهرش برگرده.
از این کسی هم اگه این مشکل رو داره حاضرم فداکاری کنم برای اونا معلم بشم. اینا اینقدر وقتی هم البته تا این اسم این آقای گلستانی رو شنیدیم، حاج آقای گلستانی رو، فکر کردیم مثل که این گلستان، گلستانی، گلستانه، هرچی مربوط به گلستان میشه یه جوری بو میده. خب ببینید این حاج آقای گلستانی، یه گلستانم این بره دنیا داریم که الان یه خورده مسئله دور برشه. بعد فکر کردیم حتما شیخ سعدی علیه الرحمه هم فساد احمق داشته. میدونید که کتاب گلستان رو نوشته، احتمالا شیخ سعدی هم یه چیزیش میشده. خلاصه این گلستانی ها بو میدن یه جوری. بگذاریم اصلا وارد مسائل سیاسی نشیم. عرض به حضور محترمتون، فقط ما یه اعتراف داریم درباره این خبر و این ماجرا. و این مسئله هست که چرا در این خبر هیچ از این موضوع صحبت نشده که مبده و مخترع این روش خود ما ایرانی ها بودیم. منظورمون این روش انجام عملیات داخل خودرو، حالا در کنار مثلا دریا، چون یعنی همون انجام آن کار دیگر داخل اتومبیل. چون اگر کسانی که همسن ما هستند، حالا یا چند ماهی از ما کوچیکتر و یا بزرگترند، باید یادشون باشه خود ما مخترع این روش بودیم. یادتونه در نزدیک تهران یه جایی بود زمان مرحوم آریامیر، خدا رحمتش کنه، بهش تپه سیخی میگفتند و معمولا هر کی اینجور مسائل رو داشت با ماشین طرف رو میشوند میبرد اونجا و اونجا اعمال رو انجام میداد، مناسک رو انجام میداد. در بیشتر مواقع هم خب به خیر و خوشی تموم میشد داستان. گاهی هم این ژاندارما بیناموسا کمین میکردن، میومدن مرتکبین رو دستگیر میکردند، شر ایجاد میکردن. اگه یاروی خود ازا التماس میکرد و احیانا یه چیزی وچی داخل جیب جاندار میذاش، قضیه ختم به خیر میشد. گاهی هم یارو اگه خود پر روی میکرد، کار به پاسگاه میکشید و یک مشکلاتی به دنبال داشت. ولی به هر حال میخواستیم بگیم که مخترع این روش خیلی حالا دلپذیر به هر حال از نظر بعضیا خود ما ایرانی ها بودیم. ببینید دارن تمام مفاخر ما رو از ما میدوزدن به اسم خودشون میکنن. شنیدی ترکا میگن مولوی از ما بوده، تاجیکستانی ها میگن نمیدونم رودکی از ما بوده، حالا همه سعدیمون هم اگه کار بشه، حافظمون هم بشه، یه جوری میدوزدن. میگن مثلا حافظ احتمالا فرانسوی بوده، سعدی اسپانیایی بوده. حالا اینم یه نمونش. این روشی را هم که ما ایرانی ها دود چراغ خوردیم، زحمت کشیدیم و اختراع و ابداع کردیم، اینم از دست ما گرفتن و بردن. خب بهتون قول داده بودیم دیگه به این عرازل و اوباشی مثل آمیتی و عرض می شود که از نابش یا بنگاه های دیگه نپردازیم، ولی دیگه خیلی بی‌انصافی حداقل یکی دو دقیقه خیلی کوتاه باز یه دو تا مسئله جالب رو براتون نگید. یکی این که عرض به حضور محترمتون، میخوایم بهتون توصیه کنیم به همه شما بینندگان و شنوندگان عزیز و گرامی، این فوشاتون رو بی خودی مصرف نکنید، به کسی فوش بی خودی ندید، چون این فوشا ارزش داره، قیمت داره، یعنی میشه فروختش. تعجب نکنید، هرچی هم فوش غلیظ‌تر باشه، کش بیشتری در ادامش داشته باشه، ارزشش بیشتره. حالا بهتون ثابت میکنیم، ما هم میدونید حرف بی خودی نمیزنیم، هرچی میگیم مدرک داریم. مثل آقای جورجی آرمانی هست که همیشه سند داره، ما هم بالا سند داریم، الان سند شده تونید. چرا میگیم فوشتون رو بی خود حروم نکنید، قیمت داره؟ دیدیم تو بعضی از این بنگاه ها یه کسی میاد رو خط با
اون دستگاه دیلی هم یه لحظه کار نمیکنه، حالا چه جوری میشه؟ یه فوش خارمادری مثلا به آمریکی میده یا به یکی از این عرازل دیگه فوش رو میده، و البته خود آمریکیش حالا یا اون شخص شروع میکنه به ناله و نفرین که ببینید اینا مامورین جمهوری اسلامی هستن، میان چقدر ادبن. حالا خودشون البته با ادب نیستن زیاد مثل ما. بعد حالا این باعث چی میشه؟ این ماجرا که میگذره 3 دقیقه بعد یه خانومی میاد، آقا اول قربون صدقه آمیتی میره، بعد میگه به خاطر این فوشی که این بی ادب داد من 500 دلار به منگاه کمک میکنم. نه بس مرسی، خیلی ممنون، شما خیلی بزرگ، چقدر شما آریایی هستید. حالا گوشی رو میذاره، یا آقای دیگه زنگ میزنه، آقا این بی تربیتی که اومد به شما فوش داد به خاطر این زدن توی دهن این منم 200 دلار به شما کمک میکنم. خلاص از این ماجرا هم اینا یه پولی میسازن. یعنی ببینید فوشا رو بی خودی هدر نکنید، شاید یهو یه فوش خارمادر 500-600 هزار دلار مایه بشه برای طرفا، جایی برید بدید که ارزش داشته باشه، یعنی در ازاش یه چیزی گیر طرف بیاد. فوش رو بی خودی تو هوا ول نکنید. این یک داستان دیگه که والا ما یکی دو تا درد ما ملت داریم، اینا دردای بی درمون شاید یا صعب العلاجه. یکیش همین خوشخدمالیه که معمولا هممون یه جوری درگیرشیم یا بیشترمون، حالا استثنام هست. یکی این دروغ که مثل ریگ دروغ میگیم و هیچ ابایم از دروغ گفتن نداریم. حالا عواممون که دروغ میگن هیچی، خواسمونم دروغ میگن، بزرگانمونم پیششون بره یه صحبتی که جای میکنن دو تا دروغ چاشنی داستان میکنن برای گرمی بازار. امروز بود دیروز بود داشتیم یه برنامه آمیتی رو نگاه میکردیم، خیلی جالب بود. یه آقای اومد رو خط و خیلی قربون صدقه آمیتی رفت و که شما چنینید و چنانید و مبارز هستید و هیچکی مثل شما نیست و بقیه این تلویزیون ها همه مرکزن، فقط شما هستید که تو کار مبارزه هستید و آگهی نمیگیرید و فرش نمیپوشید و جواهر نمیپوشید و به کمک های مردمی فقط متکی هستید، بر پدر خمینی لعنت و بر پدر فلان لعنت و فلانی فاحشه است و فلانی فلانه. آقا من خودم در زمان اعلی حضرت بودم، چه مملکتی بود، چه اوضاعی داشتیم ما واقعا. البته من الان خودم در یه حالا کشور اسکاندیناوی اینجا توی مغازه جنس جا به جا میکنم، ولی آقا میدونی من کی بودم؟ من در زمان اعلی حضرت خلبان F14 بودم. الان امروز بعد از 62 سال سن کارم به اینجا کشیده به علت این انقلاب منحوس اسلامی، در یه مغازه باید جنس جا به جا کنم. 62 سال عمر ما حساب کردیم این آقا 62 سالشه. میگفت 30 سال در ارتش رژیم شاهنشاهی کار کردم و خلبان F14 بودم. با یه حساب سرانگشتی حساب کردیم اگر این آقا 62 سالش باشه و با توجه به اینکه 37 سال از پیروزی انقلاب باشکوهمند اسلامی گذشته و بعد از انقلاب دیگه ارتش شاهنشاهی وجود نداشته که ایشون افسر خلبان F14 باشه، پس قبل از انقلاب 30 سال باید خلبان F14 باشه. با یه حساب سرانگشتی 62 سال و 37 سال ازش برداشتیم، این شد 25 سال. پس اگر ایشون در زمان اعلی حضرت 30 سال خلبان F14 بوده، 5 سال 6 سال قبل از تولدش به عنوان خلبان شروع به کار کرده. حواستون هست چی میگیم؟ باور کنید یک کلمهش رو دروغ نمیگیم، ما اینا رو با گوش خودمون شنیدیم. 62 سالشه، 37 سال از انقلاب میگذره، 30 سال به اعتراف خودش خلبان F14 بوده. خب هر جوری حساب کنید یه چیزی کم میاد، یعنی ایشون 5 سال قبل از اینکه از
مادر متولد بشه افسر خلبان F14 بوده 5 سال و 25 سال هم بعدش بوده، انقلاب شده 37 سال هم بذاری دوست میشه 62 سالش. یعنی دروغ یه بیماری است که نمیدونیم والا چه جوری میشه معالجش کرد. حالا خودمون ادعا نمی کنیم، خودمونم یه خورده پالونمون کجه ها، ولی که این بزرگ، حالا از عوام زیاد توقع نداریم، یارو ممکنه به خاطر یه لقمه نونی حالا اسیره گرفتاره یه جوری دروغم بگه، ولی بعد از بزرگانمون که دروغ میشنویم و خیلی دردمون میاد. بگذر زیاد پر حرفی کردیم در این رابطه، سرتون رو درد آوردیم، میبخشید. تو مهدی نازنین، اون ماهیگیر مهربان دوستمون که آشنا هستی، باز یه پیام برای ما گذاشته، نوشته درود به پیر عزیز و 5 به علاوه 1. برنامه ناگفتنی ها یکی از بهترین ها در تمام سالهای آوارگی و دربدری ما است که همیشه با افتخار نگاه میکنم و یاد میگیرم. سپاس دارم از دکتر سیروس که به ماهیگیری چون ما لطف دارند. حالا متوجه شدی مهدی جان که چرا ما هم دکتر رو دوست داریم؟ به خاطر همین محبتاشه. البته ادامه داده به ما لطف دارن و به انسانیت معنا میبخشند و اضافه کرده دوستتان داریم مهدی. ببینید مهدیه که به ما محبت داره، دلیل نمیشه که همه ما رو دوست داشته باشند. خب خیلی هم به خون ما تشنن، منطقیه. بعداش هم هر موقع میاد براتون تو همه برنامه ها میخونید. این مهدی و دوستان ماهیگیرش و اون سهراب نازنین، اون همزبان تاجیکمون که اون گرفتاری هم براش پیش اومد و آرزوی سلامتی براشون میکنه، اینا مهری به ما دارن و همین مهرا احسانی هست بر گردن ما، رسنی هست، تنابی هست که مثل گفت که احسان کمندی است بر گردنش، کمندیست برگردن ما و ما رو وادار میکنه که حالا این خدمت ناچیز رو به هر حال ادامه بدیم. دکتر سیروس هم طبق معمول یه نامه‌ای برای ما فرستاده، یه ایمیلی، و در اونجا نوشته که درود به پیر خراسانی، خیلی جان سخت هستی و به 120مین برنامه رسیده ای. اینو بعد برنامه 120 هفته قبل برای ما فرستاده. به تو و شنوندگانت و به آقا سعید بهبهانی و همه دستندرکاران در میهن تیوی شاد باش میگم. برنامه 120 یکی برنامه بود پر آب چشم. نوشته برنامه 120 یکی برنامه بود پر آب چشم. یکی قصه بود پر آب چشم. و به درستی چنین بود. گوش بدید حرفای دکتر بعضی موقع خیلی جالبه. نوشته دیگر هیچ رویدادی اشک از چشم ما ایرانی ها در نمی آورد مگر برنامه تو. شنیدم که 1/3 از ایرانی ها گرسنه هستند. عین خیالم نبود. دفعه پیش گزارش رو براتون دادیم که 1/3 ایرانی ها به اعتراف خود آقایون سران گرسنه هستن، نان ندارن بخورن. به این خبرها عادت کردم. شنیدم ایرانی هایی که دستشان به دهانشان میرسد در جاده چالوس به رستوران میروند و جوجه کباب و دیزی میخورند و جوجه کباب ها با مرغ هایی درست شده که جسد آنها در کف مستراح ریخته شده. حتما دیدید تو این سایت ها در یه رستورانی بین راه جوجه های ریخته بودن کف مسترا که بشورن و بعد کباب کنن به خورد مردم بدن. و کرم های چاق و چله در دیزی ها زندگی می کنند. عین خیالم نبود. ولی فکر کردم که اگر مرغ بودم قطعا به این برخورد نامحترمانه اعتراض می کردم. سوسیس گوشت سگ که قوت قالب مردم کوچه و بازار شده، شنیدید که یه حاج آقایی در مشهد سگ‌ها رو می‌کشته، گوشتاشون رو کباب می‌کرده می‌داده به مردم که گرفتنش. سوسیس گوشت سگ که قوت قالب مردم کوچه و بازار شده دیگر اشک من را
برای آن سگهای بدبخت که سوسیس میشوند جاری نکرد، ولی برنامه تو نزدیک بود اشکم را در بیاورد. به خودت و به جناب دگری کیس تبریک بگو. دگری کیس اون آقا حالا یا خانم محترمی بود که دفعه پیش نامش رو خوندیم، هم لنترانی بار ما کرده بود، گفته بود ما پیزوری هستیم، هم به دکتر گفته بود دکتر دوزاریه، یادتونه که. به خودت و به جناب دگری کیس تبریک بگو. به دگری کیس تبریک بگو که خشمگین شده و پرت و پلا میگوید. اگر پرت و پلا نمیگفت معلوم میشد که روح او مثل روح ایرانی ها کرخ شده. در ضمن بر طبق قوانین دموکراسی و پادشاهی مشروطه ایشان میتواند به پزشک هم ناسزا بگوید بی آنکه مستوجب عقوبت باشد. یادتونه توهین کرده بودم به ما هم به دکتر. زیباترین قسمت برنامه همین بود، ناسزاگویی دگری کیس به دکتر تیم. ناسزا گفتن به مقدسات بی آنکه مشمول مجازات شدی جزء حقوق اولیه آدم هاست. البته از دفاع جانانه تو هم ممنون هستم. به نظر من دگری کیس راه خیلی خوبی پیش گرفته و باید تشویق بشود که به آنچه دوست ندارد اعتراض کند و ناسزا بگوید و دست به عمل بزند. توصیه می کنم که ایشان اگر در حین تماشای برنامه ناگفتنی ها عصبانی شد، قندان یا جاسیگاری را پرت کند توی شیشه تلویزیون خانهش. به این میگویند مرد عمل. بر طبق گوگل دگری کیس هیچ معنایی ندارد، ولی در فیسبوک هندوستان یک پیرزن خنزر و پنزر فروش هست که نامش دگری کیس 40 است. پایدار و پیروز باشی سیروس محسن بند. اینم نامه بود از دکتر سیروس که برای ما فرستاده بود و اشاره کرده بود به فرمایشات گوهربار آقا یا خانم دگری کیس که در هفته پیش مطرح کرد. دیگر اینکه هم‌میهن نازنینی در ایمیلی که برای ما فرستاده ضمن ابراز محبت به میهن تیبی و ابلاغ سلام به آقای سعید بهبهانی و محبت فراوان نسبت به ما نوشتند که بیننده برنامه ما هستند و از دیدن و شنیدن برنامه ما لذت میبرند، که ازشون سپاسگزاریم. خیلی خوشحالیم که برنامه‌مون رو یه بیننده هموطن میبینه و خوشش میاد. چند روز قبل تعهد کردم که با پرداخت ماهانه مبلغی که حالا ایشون به قول خودش نوشته در حد وسع خودم است، اسپانسر برنامه تو شدم. میگن که چند روز پیش با یه مبلغی که حالا شکست نفسی هم کردن، گفت از نظر ما هر مبلغی هر چه کم زیاد مهم نیست، فقط محبت دوستان مطرحه، نوشتن که اسپانسر برنامه ما با یه مبلغی شد. ببینید ما به عنوان یه وظیفه برای ایشون جواب نوشتیم و ضمن سپاسگزاری از ایشون که در حقیقت کمک و همیاری کردند، این کمک میتونه قسمتی از بار رو از دوش سعید بهبهانی برداره و کار میهن تیوی رو یه خورده روانتر بکنه. در خاتمه از این هم میهن سوال کردیم آیا اجازه داریم که در برنامه آینده با ذکر نام از شما سپاسگزاری کنیم؟ در جواب نوشتن ایشون به ما که نه، نیازی نیست. بنابراین وقتی ایشون نوشت نه نیازی نیست، بنابراین وظیفه از گردن ما برداشته شد، یعنی دیگه لازم نبود امروز این مسئله رو مطرح کنیم. ولی به یه دلیل اینو مطرح کردیم و اون دلیل اینه که الان عرض می‌کنم. ببینید حالا شاید هم برخلاف میل ایشون عمل کردیم، البته اسمشون رو نگفتیم و نمیگیم، ولی اومدیم مطرح کردیم به این دلیل که
که ایشون ضمن جوابی که بر ما نوشته بود که نه لازم نیست، شما حالا مطلبی نبوده که تو برنامه بگی و از من یاد کنی و نامم رو ببری، اصلا فراموش کن قضیه رو، نوشته بود ببین این دو سه دقیقه وقتی که میخوای صرف تشکر از من بکنی به یه کار مهمتری بپرداز. و این برای ما جالب بود، براش نوشتیم از ایزد و از محبتت ممنونی که حاضر نیست، حاضره از این حقشم که حق طبیعیش بود ما ازش رو خط تشکر کنیم بگذره، که ما مثلا 3 دقیقه 4-5 دقیقه وقت بیشتر داشته باشیم حرفای بیشتری بزنیم. خیلی برای ما جالب بود که از ما خواست ما این کار رو بکنیم. براش نوشتیم که هم میهنه گرامی از بزرگواری و سعه صدر شما این بار باید سپاسگزاری کنیم و از داشتن هم میهنی مثل شما به خودمون ببالیم و افتخار کنیم. به هر حال ما وظیفه خودمون میدونستیم، خصوصی تشکر کرده بودیم، اگرم اینو مطرح کردیم به این خاطر بود که بگیم یه هم میهنی داریم که وقتی هم حقی براش هست از اون حق میگذره، حق میده ما 3 دقیقه بیشتر با مردم صحبت کنیم. به هر حال از شما هم میهنان گرامی هم خواهش میکنیم که در انتشار برنامه های میهن تیوی، نه فقط برنامه ما، تمام برنامه، هر برنامه رو که دوست دارید، که میدونیم بسیاری از این همکاران ما، دوستان ما که در میهن تیوی برنامه دارن، خب طرفداران فراوون دارن دیگه، اون عددهای اون زیر نشون میده چقدر بیننده دارن. اگر این دوستان رو، کارشون رو دوست دارید، برنامه هاشون رو دوست دارید، من جمله برنامه های ما رو، تلاش کنید اینا رو منتشر کنید، انتشار بیشتر بدید. حالا در یوتیوب دنبال میکنید، در فیسبوک اینا رو شیر کنید، عرض میشود که لایکی بزنید اگر دوست دارید، و بعد این پیام رو به دوستان دیگر و هم میهنان دیگر برنامه ها رو برسونید. در ضمن بسیار خوشحال و سپاسگزار خواهیم شد. معمولا ایمیل ما زیر برنامه اون هست، به وسیله ایمیل یا پیامی که احیانا زیر برنامه میذارید نظر خودتون رو چه منفی چه مثبت بدید، خب اینها برای ما درس میشه، برای ما هم باعث تشویق میشه، اگر عیبی در برنامه هست باعث میشه عیب رو اصلاح کنیم، اگر برنامه خوب بوده از نظر شما تشویق بشیم در حال یک همچین همکاری هم بکنید. اینو فقط راجع به برنامه خودمون نمیگیم، راجع به همه برنامه های میهن تیوی، و اصلا چرا اینجوری بگیم، راجع به هر برنامه، هر شخصیتی که دوست دارید این کار رو بکنید. وظیفه ما ساختن برنامه، خب ساعتهای ما زحمت میکشیم برای همینایی که به شما میگیم، میگردیم جستجو میکنیم، یه وظیفه هم به گردن شماست که اینا رو انتشار بدید. اگه دوست دارید، شما اگر یه شیرنی رو دوست دارید، خب دوست دارید دوتاش هم به یه دوستی، به یه عزیزی، به یه فامیلی تعارف کنید، و اگه این برنامه خوبه به دوستانتون هم تعارف کنید که ببینن. یه خبر خوشی هم برای همه بینندگان و شنوندگان عزیز داریم، و اون اینی که هفته دیگه، یعنی هفته شنبه آینده، امروز روز عرض می شود 13 ماه سپتامبر، 20 برنامه نخواهیم داشت چون ما در یه مسافرت خواهیم بود، برنامه بعدی میشه سه‌شنبه 27 سپتامبر. بنابراین این رو به عنوان یه خبر خوش به شما دادیم که شما یک هفته حداقل یک برنامه سیو میکنید و از دیدن رخسار نچندان دلپذیر و این صوت انکر الاصوات ما آسوده خواهید بود. به هر حال یادتون باشه هفته دیگه منتظر ما نباشید، در هفته سه‌شنبه 20 برنامه نخواهیم داشت، سه‌شنبه بعد که 6 مهر یا 27 سپتامبر میشه، اگر عمری بود و نفسی بود در خدمت شما نازنینان خواهیم بود. یک مطلب دیگری براتون داریم، اینم همچین خالی از لطف نیست. به این خبر توجه کنید، یک آرایشگر زن در نروژ که از قبول یک زن مسلمان محجبه در آرایشگاهش خودداری کرده بود، روز پنجشنبه به دادگاه احضار شد. در کشور نروژ یه خانمی بوده آرایشگر،
یه خانم محجبه میاد که اونجا حالا موشو کوتاه کنه، رنگ کنه. خانم آرایشگر میگه من تو رو نمیپذیرم. اینم میره خلاصه شکایت میکنه آرایشگر رو، میان میگن باید بیای دادگاه جواب بدی. این آرایشگر نروژی به علت خودداری از قبول ملکه بیان، نام زن مسلمان محجبه است که به این آرایشگاه رفته، بله، از قبول ملکه بیان زن مسلمان محجبه در آرایشگاه خود میتواند به 6 ماه حبس محکوم شود. ببینید شما که افاقنه رو میریزید توی قفس، دستمان دور سرش میپیچید که به قول شما غیر قانونی تو اون مملکت زندگی میکنه، اونم از شدت ناراحتی و اون کثافاتی که در مملکتش در جریان و اون اراذلی که در رأس مملکتش هستن و حاکمن، فرار میکنه به دامن شما که اسم میکنه مسلمانی و همدی نشستید، پناه میاره و اونجور باشون عمل میکنید. اینجا یه زن محجبه مسلمان که حالا بدون رو درواسی این روزها مسلمانان خیلی منطقیه که یه مقدار مورد نفرت اروپایی ها هستن دیگه، رو درواسی که با هم نداریم. وقتی یارو رفت تو نیست نشست پشت کامیون 200 فرانسوی رو کشت، یا اون یارو تو پاریس اون کار کرد، توی آمریکا اون کار کرد، مسلمان ها مردم اروپا و این کفار دل خوشی ازشون ندارن. حالا زنه رفته آرایشگاه راش ندادن، رفته شکایت کرده آرایشگر نروژی رو میخوان ببرن زندان. بله، میتواند به 6 ماه حبس محکوم شود. این اتفاق اکتبر گذشته در منطقه ای در جنوب غربی نروژ روی داد. طبق کیفرخواستی که علیه این زن آرایشگر تهیه شده است، وی باید جای دیگری را برای ادامه فعالیت خود پیدا کند. یعنی بهش گفتن که تو این مغازه رو ببند، از اینجا برو، برو یه جای دیگه مغازه باز کن. حالا فکر کنی اگه 8 مشتری هم داره و اینا رو از دست میده بیچاره زنه. چرا؟ که افراد را آنگونه که هستند پذیرش نمی کند. گفته تو باید بپذیری که این محجب است. البته زنم دلیل داشت، حالا دلیلش رو براتون میخونم. هودن در گفتگو با شبکه دوم تلویزیون نروژ اعلام کرد، هودن احتمالاً خانمی است که صاحب آرایشگاه است، در سالن آرایشگاهی که دارم خودم تصمیم گیرنده هستم، همانطور که صلیب شکسته نماد نازیسم محسوب می شود، حجاب نیز نماد ایدئولوژی اسلام است و من نمی توانم آن را در آرایشگاه خود قبول کنم. گفت آقا صلیب شکسته نشانه هیتلر و نازیسم منفوره در اروپا، خب پیش که نمی پذیره یک کسی رو با صلیب شکسته بپذیره در محل کار خودش. این خانوم هم حجاب داره، حجاب هم نماد اسلامه، اسلام هم امروز مورد تنفر مردمه، من نمیتونم بپذیرمش. تازه یه دلیل دیگه هم داشته این آرایشگر 47 ساله که رسانه های نروژ او را از فعالان سابق جنبش های اسلام ستیز از قبیل پکیدا معرفی کردهن. این خانم معجبه یه بدشانسی هم آورده، به عنوان دزد ناشی به کادون زده، رفته پیش خانم آرایشگره که خودش ضد اسلامه. حواستون جمعه چی میگیم؟ بدشانسی البته آورده، به کادون زده، دزد ناشی بوده. خب میرفتی پیش یاره ها رو نمیدونست شاید این از مخالفین اسلامی. به هر حال بله، این آرایشگر 47 ساله که رسانه های نروژ او را از فعالان سابق جنبش های اسلام ستیز از قبیل پکیدا معرفی کردن، تأکید کرد قبول یک زن مسلمان محجبه میتوانست او را مجبور کند مشتریان مرد خود را رد کند. خب راست میگه دیگه، فکر کنید این خانم محجبه رفته اونجا سرش حالا یا رنگ کنه یا کوتاه کنه، باید حجابش رو برداره که خانم آرایشگر بتونه این کارو بکنه؟ حتما بهش میگه این مرد را باید برن سر موی منو نبینن. گفته خب من مشتری پرونه یارو، مشتری ها میرن. چرا که این زن مسلمان محجبه احتمالا راضی نبود مردان موهایش را ببینن. اما زن جوان مسلمان در گفتگو با مطبوعات نروژ تأکید کرده
که انتظار نداشته است در اماکن عمومی در کشورش با چنین رفتار توهین‌آمیز و تحقیرآمیزی روبرو شود. این مسلمین خیلی کارشون جالبه. مثلا شما اگر که برید توی جمهوری اسلامی، حالا یک کشور مثلا پاکستان، یکی از این کشورها که خیلی سنگ اسلامو به سینه میزنن، حق ندارید اعتقاداتتون رو ابراز کنید. حالا شما مثلا مسلمان نیستی، مسیحی کلیمی هستی، یهودی هستی، میری ایران میگه آقا من مسلمان که نیستم، من کلیمیم یا مسیحیم یا زرتشتیم، هرچی، من حجاب جزء واجباتم نیست، پس حقمه که بی حجاب. میگه نه خیر، یعنی مملکت اسلامی باید حجاب بر سر کنی. میگه آقا من مشروب تو دینم حرام نیست. اینجا مملکت اسلام طبق قانون ما عمل باید بکنیم. یعنی غیر مسلمین وقتی به دیار اسلام میرن باید بر اساس قوانین مسلمین عمل کنن، ولی مسلمین وقتی میان اینور عکسش درست نیست، یعنی باید همون قوانین اسلامشون رو اینجا پیاده کنن. من معجب هستم، مومو نباید مرد ببینه، مردا رو بیرون کن، سر منو بزن. اینه منطقشون دیگه. آرایشگر نروژی از پرداخت جریمه 8000 کرونی یعنی 870 یورو برای تبرئه شدن از اتهام تبعیض مذهبی خودداری کرد و به همین علت پرونده به دادگاه پاترن ارجاع داده شد و مظنون پرونده صبح روز پنجشنبه در این دادگاه حضور یافت. حالا تا اینجاش گوش بدید، خیلی جالبه. خانومه رو برحال آرشگره رو جریمه کردن 700 و چند یورو، 870 یورو باید بدید که می شده به همون پول کرون 8000 کرون، 8000 کرون باید بدید. خانومه هم که مثل ما بچه پر رو بوده گفته من نمیدم جریمه رو. پلیس نروژ اعلام کرده است که خواستار افزایش جریمه نقدی به 9600 کرون خواهد شد. کار این پلیس نروژ خیلی جالبه. از پاپ کاتولیک داره. دادگاه زنه رو به 8000 کرون جریمه محکوم کرده، پلیس گفته نخیر باید این جریمه 9600 یا 800 کرون باشه. یعنی پلیس کاسه داختر از آش شده. این خیلی جالبه. و در صورت خودداری متهم از پرداخت این مبلغ، حبس در انتظار او خواهد بود. خدا رحمت کنه مرحوم مشقاسمو. در اینجاست که باید بگیم کله پدر هرچی پلیس خوشخدمال بیناموس نروژیه. این نروژیه پلیسه به جای اینکه از هممیهنش حالا دفاع کنه یا حداقل دخالت نکنه، به 8000 کرون جریمه. پلیس اومده مدعی زن معجبه شده، گفته نه جریمه خانم آرشگر رو بیشتر کنید. بعضی موقع میگن یکی رو پشت بوم بود، رفیقش بهش گفت نه یا جلو بیفتی، برو عقب. این یارو عقب رفت، از اون بره پشت بوم افتاد پایین. حالا ظاهرا این پلیس نروژی هم انقدر عقب رفته از اون بره پشت بون افتاده پایین. از این خانم محجبه دفاع جانانه کرده و خواسته که جریمهش رو زیادتر کنه. این هم برای ما خیلی جالبه، خیلی حیرت انگیزه که طرف خانم ما. البته صحبت که میکنیم میگن آقا کشور دموکراسیه، عکس این دموکراسی درست نیست. یعنی وقتی که حاج حسن آقا تشریف میارن، حاج حسن آقای مفتاح الاکاذیب رو عرض میکنیم، ایشون تشریف میارن در ایتالیا، این کفار ایتالیایی باید روی اون مجسمه های برهنه رو بپوشونن که چشم حاج حسن آقا به بدن برهنه مجسمه نیفته. اینقدر باید احترام کنن. ولی عکسش درست نیست. وقتی خانوم فدریکا بودرینی سلام الله علیه تشریف میبره ایران،
اینجوری نیست که دیگه به احترامش بگن خانومتون شما مسیحی هستید به حجاب معتقد نیستی، حالا حجاب نذار بیا کشور ما، اونجا هم وادارش میکنن حجاب سرش کنن. البته اینجا یه چیزی رو فراموش نکنید، مسئله خب دیلم هست دیگه، معاملم هست، در حال تو این رفت آمده همچین مجانی که نیست. خانم مدیرنی پا میشه میره ایران، به هر حال قراردادی میبنده، حالا نفتی میخره، مسی میخره احتمالا، یا صنایعی داره میفروشه، کاسبه دیگه. این اروپایی ها و آمریکایی ها، این کفار، معمولا یه تزی دارن میگن حق با مشتریه. ما اینجا هممیهنانمون رو دیدیم، بسیاری از هممیهنان وقتی اینجا بیزینس میزنن کمتر موفقن، برای اینکه همون تز ایرانو دارن، یعنی فکر میکنن مشتری خر صاحب بیزینسه، در حالی که اینجا درست برعکسه، صاحب بیزینس خر مشتریه. هر جوری باید ما بعضی بچه های زرنگ ایرانی رو که اینجا با این فرهنگ بزرگ شدن، جوونن، 5 سالش بوده 4 سالش بوده اومده تو این خاک، بیزینس داره، فوق‌العاده موفقه، و پدر همون بچه اومده اینجا بیزینس زده، سر 2 سال جمع کرده. وقتی نیک مینگری در رفتار اینا میبینی پدره میخواد به روش ایران کاسبی کنه، بنابراین شکست میخوره، جمع میکنه، میره، پسره به روش اینجا و اون موفقه، احترام به مشتری. حالا خانم مدینی و از نابشو دوستانش هم احتمالا میرن ایران، خب احترام به مشتریه دیگه، باید آقایون و علما رو تحویل بگیرن تا بتونن کاسبی کنن. بعد شما که حالا شما مفسدین و منافقین رو عرض میشود که ضد انقلابیون عزیز بگید، پس اینجا تکلیف حقوق بشر چی میشه؟ تکلیف مراعات حق مردم ایران، ظلمی که به مردم ایران میشه. در اینجا جوابی رو میدیم که اون محمود احمدی نژاد یه بار، البته اسمش رو اشتباه گفتیم، پرزیدنت محمود الدنگی نژاد، رئیس جمهور سابق دولت حاکم بر امور قرای اسلام، یه بار گفته بود اصلا این چیزا تحریمات کاغذ پاره است، تحریم نمندی به ترکی گفته. حالا ما به شما همون جمله رو به کار می‌بریم که حقوق بشر نمندی. حقوق بشر چیه؟ وقتی مایه تو کاره، دلار تو کاره، الان هم به خصوص علما هی دارن کش از برادر باراک اوباما میگیرن و ازشون خوبه، البته خب یه مقدار هم خرج دارن، احتمالا یه مقدارش برای لبنان و سوریه و غزه و عرض میشود یمن و اینا دادن و میدن، نیجریه حتی، ولی به هر حال انقدری تش مونده که یه معامله ای هم با اینا بکنن، یه چیزی هم، چون این پولایی که از این ور میره در تمام تاریخ بوده، یه جوری باید برگرده. زمان آریامهر هم وقتی نفت میفروخت، خدا رحمتش کنه، بادم به خودش میکرد که ما تولید نفتمون هم رفته بالا. آره اینا رو میفروخت، بعد از اون ور این پولا میشد F14 و F16 و F-کوفته زهرمار و تانک چیفتن و عرض میشود. اینا دوباره پولا برمیگشت این ور. اینا اینه اون شیتیله بگیره هستن این غربیا. شما قمار میکنی چه ببازی چه ببری، اون برده، اون شیتیله بگیره، اون باجکاهه برده. میشینی با یکی قمار میکنی، تو میبازی اون میبره، یا اون میبازه تو میبری، یعنی این حساب نیست، مهم اینه که اون در هر شات قمار یکی بگیرش میاد، اون برنده اصلیه، تو اون باخت نداره. حالا تو ببازی ببری، رفیقت ببازی ببره، اون حق حساب شو گرفت، بگذاری. یه توصیه ای میخواییم بکنیم به شما هموطنان نازنین. میرونیم خب بسیاریتون، حالا ادهیتون لطف میکنید، به میهن تیوی هم کمک میکنید، بسیاریتون هم خب به تشکیلات دیگه ای کمک میکنید، بسیاریتون هم به بعضی بنگاه های خیریه، واقعا حالا بعضی ها به صلیب سرخ باور دارند کمک میکنن، یا به چریتی های دیگه. حالا میخوام ازتون خواهش کنیم، این بار ما یه مشکلی داریم، این مشکل ما رو حل کنید، کمک ازتون میخوام، نه برای خودمونا، برای یه دوست، برای یه آدمی که
اوضاعش خیلی خرابه، الان در فشارم هست. هر کدومتون بیاین $10، $5، $100، هر چی پیشتون میره یه پولی بذارید تو هم، ما ببریم بدیم به این دوست. این دوست خیلی وضعش خرابه، حالا توضیح بدیم متوجه میشید. یه دوستی داریم، آشناس، البته دوست که چی بگیم، آشنای ماست، همشهریمون هم هست. این تفلک تمام درآمدش 2,200,000 تومان در ماهه. این 2,200,000 تومان هم تأمین اجتماعی تو ایران بهش میده. نمیدونید الان 2,200,000 تومان خوبی نیست. روایت هست که حداقل خط فقر یا حد فلاکت 3,200,000 تومانه. این بنده خدا 1,000,000 هم هر ماه کم داره. تازه اون خط فقر 3,200,000 تومانی مال یه خانواده 4 نفریه. این مادر مرده 27 سر عائله داره بدبخت. البته هم از فرزند و نوه و عروس و داماد و این تشکیلات 27 سر نونخور داره. پیرمردیست، فقط 2,200,000 تومان درآمد ماهانه، اونم کمکیست که تأمین اجتماعی بهش میکنه. اینه که میخوام یه لطفی بکنید، یه کمکی بکنید، ما یه پولی جمع کنیم بدیم بدیم این بنده خدا، خیلی در فشاره. بذارید اسمش هم بهتون بگیم. اسمش هست حضرت آیت الله احمد علم الهدا امام جمعه مشهد. باور کنید وقتی شنیدیم این همشهری ماست تفلک، این وضعش خیلی ناجوره، ما حالا نمیدونیم چجور زندگی میکنیم. اگر شما لطف کنید و این کمک رو بکنید، این پول رو جمع کنیم میدیم بهش که یه نون و آب حداقلی بتونه برای زن و بچهش فراهم کنه. جیگرمون کباب شد وقتی مصاحبهش رو با یه خبرنگاری دیدیم که این مرد محترم با اون مقام علمیش با 27 سر عائله فقط 2,200,000 تومان. ها چی؟ نه ببین شیطنت نکنید، چی میخواید بگید؟ ایشون جای تبسیه، دامادش نمیدونم نایب تولیه امام رضاست، آستان قدس. آره اینا که با اون پولا دست نمیزنن که، اون پولا که تو جیب اینا، اون پولایی که میگیرن از حرم حضرت رضا رو باز میکنن ذریعهش رو از اونجا با بیل در میارن، اونا رو شما میگید، اونا رو که این تفلک ها دست نمیزنن. اونا آره امام رضا امام بعضش خیلی خوبه، در پنجره طلا داره، باغ و املاک و ملک داره، همش هم زیر دست ایناست، ولی اینا آدم های پاک دستی هستن، اینا به فقر میسازن، به این جنایات دست نمیزنن اصلا. نه افغانستان، نه خود ایشون، نه دامادش آقای رئیسی، نه واقعا این که میگیم بهتون جدی میگیم، ازتون خواهش میکنیم یه جوری حالا $5، $10، $100، اگه نداری 2 قرون، نداری 5 قرون، بازم نداری 10 قرون، بدید کمک کنید. شب جمعه است، شب خیراته. اگه بخواین یه چیزم براتون، یه روضه حضرت قاسم هم میخونیم براتون به خاطر تنگ دستی این مرد محترم. کمک کنید شاید یه چیزی جمع کنیم و اینو از این وضع نجات بدیم بنده خدا رو. آره خیلی خیلی دلمون میسوزه. بعدم ببینید شما ضد انقلابیون، گناه حاجقا رو نشورید که این میره اون پولا رو بر پولای امام رضا رو میخوره. اصلا این با همون 2,200,000 داره زندگی میکنه. بگذاریم. چند شب پیش برنامه تلویزیون ماهواره ولایت رو میدید که میدونید متعلق به حاج آقای ناصر مکار، ببخشید مکارم شیرازی است و سوپروایزرش هم اون حاج آقای حسینی قزوینیه، محمد حسین حسین قزوینی. داشتیم این برنامه رو میدیدیم، اتفاقا برنامه کودک بود. اخترم ناگهان اومد تو اتاق، دید ما برنامه کودک میبینیم، انقدر به ما فحش داد. تو پیرمرد خجالت نمیکشی، حالا کارت به جای رسیده برنامه کودک میبینی؟ گفتم خانم بذار کارمون رو بکنیم، اخترتون بذار دنبال چیز دیگه هستیم. برنامه کودکی بود با حضور چند تا بچه 5-6-4-5 ساله و یه مجری معمم. حاج آقا حتما متخصص کودک بود.
البته متخصص تو تربیت کودک البته. و خیلی جالب بود، یه عروسک سخنگو هم اونجا بود، از این عروسک هایی که درست میکنن حرف میزنه. حاجه های مزخرفی میگفت و بچه ها جواب میدادن و اون عروسک هم خودش قاطی داستان میکرد و یه مزه میپروند. حالا کاری نداریم که لابلای اینا اسلام هم با تنگیه به این بچه ها تذیق میکرد، اونم بگذاریم. ولی خیلی برای ما جالب بود با این بچه های مظلوم و داشت شستشوی مغزی میداد اونو بدش کنیم. ولی جالب بود عروسک بود اونجا و میدونید اصولا عروسک در اسلام شیعه حرامه، یعنی کسی که عروسک بخره بسازه بیاره تو خونش فعل حرام کرده. خود ما از کودکی به همون میگفتن پدر مادرمون عروسک تو خونه ما ممنوع بود. یعنی هم پرسیدیم چرا حرامه، گفتن که شکل انسانه، ساختن انسانم فقط کار خداست، تو اگه عروسک بسازی یعنی در کار خدا دخالت کردی، بعدم تازه جونم بهش باید بدی، یعنی خدا روز قیامت یقت رو میگیره میگه حالا که آدم ساختی جون بهش بده، تو میتونی جون بهش بدی؟ بعد بنابراین همیشه حذر میکردی. یادمونه تازه این دخترکمون به دنیا آمده بود، 2-3 سالش بود، خب دختر بچه عروسکم دوست داشت. یه روز رفتیم یه عروسک براش خریدیم، با چه شوق و ذوقی آوردیم خونه، اینقدر خوشحال شد، دادیم دستشو جعبهشو وا کرد و باش بازی میکرد، خیلیم خوشحال. ناگهان حالا یکی دو تا از بزرگان فامیل کاری نداریم، عمه جانم بود، وارد شد، آقا اگه بدونی چه با ما کرد، خراسانی خجالت نمیکشی؟ برای چی باش خجالت؟ عروسک خریدی برای دختره؟ گفتیم خب صحبات به قول کفار، گفت حرامه عروسک آوردی تو خونه، خریدی پس فردا جون باید بهش بدی. ناچار شدیم عروسک رو دخترمون بگیریم، بچه‌مون بگیریم. اینقدر دختر گریه کرد، گولش زدیم که اخه بده، گفت نه من دوست، من دوست. گفتم نه این گناه داره، تو میخوای بابات بره جهنم روز قیامت؟ خلاصه عروسک رو گرفتیم سر به نیستش کردیم و این بچه الان که 40 سالش هنوز یادش نرفته، گاهی عشق به چشم میاره میگه یادته عروسکم رو گرفتی درب و داغون کردی؟ حالا ما یقه شما حاج آقای مکارمی شیرازی حضرت آیت الله و آقای حاج آقای حسینی قزوینی یقه شما فلان فلان شده ها رو میگیریم، مگه نمیگفتید عروسک حرامه؟ مگه مغز پدر مادر رو کسی کار ما رو نشسته بودی که عروسک خریدنش داشتنش آوردنش حرامه؟ ما رو وادار کردی، ما که یک گوساله ای بودیم و گوشمون به شما و چشممون به شما بود، عروسک رو از دست طفل 3 ساله گرفتیم جلوش پاره پاره کردیم ریختیم دور و اون بچه رو رنجوندیم. وقت امروز خودتون به خاطر گذران کارتون عروسک میزازید؟ تازه مال ما سخنگو هم نبود، مال شما سخنم میگفت. توف آخه به همه شرف نداشتتون که چجوری مردم رو تحمیق میکنید و میکردید و میکنید. خیلی دلمون سوخت وقتی دیدیم که حاج آقاهایی که عقابشون ما رو وادار میکردن و ممنوع میکردن از بسیاری از لذتهای دنیوی، امروز خودشون اولین مصرف کنندشن، مثل حاج آقای گلستانی. زنا حرام بود دیگه، دست یه دختر میگرفتی معصیت کرده بودی. امروز حاج آقای گلستانی زن مردم و زن شوهردار رو میبره خونه سوارش میشه. حالا بگذاریم، ما چیزی که ندیدیم که نمیتونیم بگیم، میگن آقایون خودشون اهل مسکرات هم هستن، اگه هستید که بای با حالتون. و امروز کار اون مملکت رو به اینجا کشوندیم که عروسک حرام بود، امروز برای اینکه کانال
شیعتون رو ترویج بدید و حتی بچه های 4-5 ساله رو هم جذب کنید و در این خارج کشورم تو مغزشون مزخرفات فرو کنید، وای به حال شما پدر مادرهایی که این ور دنیا هم بچه تو وامی داری این مزخرفات رو ببینه، وای به حال شما. و تو ما رو کرده رو شستی اون حرکت رو بکنیم، امروز خودت همون کارا رو بکنیم. هفته پیش یا دو هفته پیش یکی از برنامه ها از این آقای حضرت پرزیدنت محمود الدنگی نژاد یاد کردیم و ایشون رو دولتش رو دولت پاک دست اعلام کردیم. گفتیم میگن دیگه تفسیر ما هم نیست، میگن دولت ایشون پاک دست ترین دولت تاریخ ایران بوده. بعدم ظاهرا مثل که یه لنترانی گفتیم، یه چیزی گفتیم، تمسخری کردیم، احتمالاً به یکی از رفقا برخوردیم، بر نخورده بود، به ما زنگ زد گفت اشتباه کردی. همین دکتر عطا، دکتر عطا انصاری زنگ زد گفت خراسانی چرا خندیدی وقتی که صحبت پرزیدنت الدنگی نژاد، محمود الدنگی نژاد رو کردی و ازش به عنوان دولتش رو پاک دست ترین دولت ایران معرفی کردی، چرا برات عجیب بود؟ گفتیم نه دکتر، به دو دست بریده آقا ما هیچ عجیب نبود، خود ایشون رو میشناسیم، پاک دست بود. و آقا تو حالیت نیست، این پاک دست بود. گفتیم چجوری؟ گفت ببین این با دستش اون سفرا رو پاک میکرد، یعنی مثلا 100 میلیارد تومن از خزانه غیب میشد، با دستش اون سفراش رو پاک میکرد میشد 100 تومن، اونده شرعنم حرام نباشه. دیدیم دکترمون عجب اسمارت، عجب چیزی سوال حرف جالبی به ما زد و خیلی خوشمان آمد که عجب حرف جالبی بزن. خب فکر میکنیم دیگه وقت ما در شرف اتمامه، پس یادتون باشه هفته دیگه منتظر ما نباشید، به دوستانتونم بگید که منتظر ما نباشند، اگر مایل به دیدن برنامه ما هستن صحب کنن برای سه‌شنبه 27 سپتامبر. خب سپاسگزاریم از همه شما هممیهنان و همزبانان گرامی که از در گوش و کنار با ایمیل و پیام فیسبوکی و عرض می شود که تلفن و اینها ما رو مورد محبت قرار میدید، حتی از اینایی هم که از ما انتقاد میکنن سپاس گذاریم، چون به هر حال برنامه‌مون رو میبینن، پس حتما دیدنیه دیگه، آره یه نکته ای داره. حالا اگرم در کنارش دوتا بهمون لنترانی میگن مهم نیست دیگه، این از تبعات این کاره. یه زمانی یه بیزینسی داشتیم، یه موقع یارو اوردر میداد بعد نمیومد ببره، اخترم که با ما کار میکرد به ما دعوا میکرد که چرا دقت نکردی، یارو زنگ زده اوردر رو آماده کردیم حالا نیومده، دنبالش زنگ بزن ببین چرا نیومده. ما این از تبعات این کاره، مگه تو پارچه رو میذاری میبری لباس بدیدی همش رو مصرف میکنی، خب کناره هاش هم میریزی دور، پرت کاره، اینم پرت، در حال اینم یه نوع پرت کاره. برحال خب همه شما رو به خدای بزرگ مذهب پاناسونیک، مذهب حقه پاناسونیک، حق ترین مذهب جهان یعنی دانش، علم، ساینس می سپاریم. شاد و آزاد و سربلند باشیم. براتون دقایق، ثانیه ها، دقایق، ساعت، هفته، ماه، سال خوش و برای میهنمون آرزوی آزادی داریم. به امید دیدار در دو سه‌شنبه آینده در روز 27 سپتامبر سه‌شنبه و به امید دیدار، روز و شب و وقت خوشی داشته باشید.